یکی از دوستان امیر گفته که آیا نظام آموزشی بعد از جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود؟ یک سوال شونه. بسیار خوب، من این سوال رو محدود میکنم چون سوال خیلی گسترده است. یعنی شما بخواید درباره یک نظام آموزشی، اینو باید یک هیئتی از متخصصین بشینن، تجربیات تلخ گذشته به اضافه آنچه که از دنیا میتونن بگیرن، این یه بحث خیلی پیچیده است. من فقط اون قسمتی که به عنوان یک ناخدا باور و در یک جمع ناخدا باور دارم صحبت میکنم اینو میگم، قطعا باید آموزش کشور، چه آموزش عمومیش چه آموزش عالیش، از دین جدا باشد، ربطی به شیعه و سنی و غیره نداره. دوم، حتما باید تو این نظام تأمین هزینه های آموزش دینی بر عهده خود اون مرجع دینی باشد. یعنی اگر کلیسای کلیسا، اگر حوزه و مسجد حوزه و مسجد، یعنی نباید از بودجه عمومی صرف آموزش دینی شود. اینو من این سوال این قسمتش رو فقط جواب میدم، فکر کنم این مهمتره. یعنی در واقع پاسخ کوتاهش اینه، آموزش عمومی کشور نباید بر پایه دین باشد. این پاسخ اون سوال. ممنونم. بعد قاسم پرسیده که آیا ریاضی اسلامی هم داریم؟ من در این مورد اطلاعی ندارم. آرمین تو چیزی اطلاعی؟ من قضاوتی ندارم. نه، چیزی که بعضی بهش میگن ریاضی اسلامی، ریاضیه که بعضی مسلمان ها انجام میدادن. ریاضی معلوم نبوده مسلمان باشن. ما در قسمت دنیا مسیحی هم همین مشکل رو داریم. همین نصف دنیا مسیحیه، البته به غیر از چین نصف دنیا مسیحیه، نصف دنیا مسلمانه. بعد این دیندارا میگن که همه علم از دیندارا اومده. خب همه دنیا دین بوده، چه انتظار از کجا پس بیاد؟ یعنی خب همه دیندار بودن. خب اینکه علم شما از دیندار اومده معنیش اینه که دین با علم ربطی داره. برم سراغ اوکی. سویلا یه نظری داد. جان می‌خواستی چیزی بگی؟ نه بگو بگو سری. اوکی، سویلا نظری داده که گفته که ما اول نیاز به در دسترس بودن ابزار و روش‌های آموزش برای تمام دانش آموزان داریم، چون دسترسی یکسان نیست و خیلی از مناطق اصلا مدرسه ندارند. این نظر سویلا بود. بعد حسین گفته که صبح تا شب بشینین اینجا هی بحث کنین. خب که چی؟ آخون داره دزدیشو میکنه. خب باشه، من اینو دوست دارم پاسخ بدم. اینو بفهم. خواهشم حسین جان، من به این معتقد نیستم. یعنی باید انتقاد کنیم، هر کسی به سهم خودش انتقاد کنه، مسئله رو مطرح کنه، یکی در زمینه سیاسی، یکی در زمینه اجتماعی، یکی در زمینه اقتصادی، من در مورد آموزش پرورش، تو در زمینه فرهنگی، هر کسی باید انتقاد کنه. چون وقتی مطالب گفته شود در واقع حتما براش راه حل هم پیدا می شود. ما نمیتوانیم خونه رو جارو کنیم، آشغال بکنیم زیر فرش، این آشغال هنوز سر جاش هست. ما باید اینها رو بگیم. بنابراین دید من این نیست که ما فقط داریم حرف میزنیم. من به سهم خودم دارم آسیب شناسی میکنم، راهکار ارائه میدم، ممکنه توانایی اجراشو نداشته باشم، اما در آینده از مجموعه تلاش یک مردم یک کشور هست که نتیجه به دست میاد. لورها، چون من خودم هم لورستان هستم، یه زمان مثالی دارن، میگن دنیا ز نگفتن خرابه. یعنی دنیا از نگفتنه که خرابه، باید بگیم تا آسیب شناسی کنیم و در واقع بهبود پیدا کنیم، جلو بریم. ممنونم. محسن پرسیده که حکومت تغییرات مورد نظر خود را در تمام ارکان جامعه اعمال کرده است، از جمله آموزش پرورش. چرا جامعه در برابر این تغییرات واکنش نشان نداده؟ آیا همراستا با خواسته های جامعه بوده؟ من فکر میکنم که جواب آره و نه نباید داد. تو قسمتی که درباره فرهنگ عمومی کشور و مردم امروز ایران صحبت کردم، گفتم که عوامل مختلفی دخالت داره. الان تو اینم همینطوره. یه بخشی از این بله خواسته یه بخشی از جامعه است. مثل اون حرف اشتباهی که زده میشه، میگن که خیلی خوب شد جمهوری اسلامی اومد چادر سر دخترها کرد، اگر نمیکرد خیلی از خانواده‌ها نمیذاشتن بچه‌هاشون برون مدرسه. میانش یه چیز سیاهی ما این نتیجه مثبتی بگیریم؟ بنابراین یه بخشی این هست که
بعضی ها همراهی دارن، یعنی با این آموزش همراهی دارن، چون از نظر ایدئولوژیکی با اون فقه منحط و واپسگرای شیعه نزدیکن. یه بخشی دیگهش ترسه، طرف نمیتونه، من لازم نیست از خودم بگم، ولی به هر ترتیب میرسیم تو قسمت دوم یه جایی ناگزیرم بعضی از تلخیایی که بر من گذشته رو میگم، که من مثلا به خاطر یک انتقاد در زمینه یک موردی باید میرفتم حراست جواب میدادم یا بالاتر از اون که بمانم. بنابراین مجموعه از عوامل هست که اگر واکنش خوبی ما نمیبینیم خیلی چیزامون میتونه دخالت داشته باشه. ممنون. و اینکه یاسر پرسیده که علوم انسانی چی داره که اینقدر سعی در حذفش از کل نظام آموزش و پرورش ایران دارن؟ یاسر جان نکته جالبیه، من کلمه حذف رو تغییر میدم، اسمشو میذارم اصلاح به سبک آخوند، اسمشو میذارم این. اگه یادتون باشه بعد از حوادث 88 یک حمله مستقیما از سوی شخص خامنه جنایتکار صورت گرفت که گفت علوم انسانی باید اسلامی شود. چیزی که در غرب برای اونها مهم هست و معتبر هست و به درد جامعهشون میخوره به درد ما نمیخوره، ما اسلام عزیز را داریم. این چطور پرتایی که میگن. بنابراین بحث علوم انسانی، حالا تو قسمت میگم محور دوم که موضوع پرورش و اقدامات رژیم هست میرسیم بهش، که رژیم میخواد در مزرعه بکر و آماده ذهن کودک و نوجوان بذر اندیشه خودش رو بکاره که محصول خودش رو بعدم برداشت کنه. علتش اینه، حالا میرسیم بهش. مرسی یاسر جان. ممنونم. آرمین جان سوالاتو بپرس. خب سوال اول، شما به یک کسی که مثلا توی ایران شیعه است میاد به شما میگه که سامان جان شما چجوری میتونین تعیین تکلیف بکنین برای دولت ما که مثلا قرآن رو درس نده؟ شما حالا بی خداین، شما بی خداین قرآن رو دوست ندارین، من شیعه ام، من فهم میکنم. حالا شما میگین برای این دنیا بد و فلان اینا، مگه همه دنیا اینه؟ من فهم میکنم یه دنیای دیگه هم هست، این برای اصلا برای بچه من، برای روح، برای این دنیا و اون دنیاش مهمه. حالا شما که شما بونی بی خدا که حالیت نمیشه این چیزا رو، شما مگه اعتقاد به دموکراسی ندارین؟ شما مگه بی خدایان میخواییم بیان به همه جامعه بگین که دولت نباید به بچه ها قرآن درس بده؟ ما فکر میکنیم این خیلی مهمه. یه جامعه، حالا ایران رو شما جامعه اسلامی دوست ندارین، ایران الان اسلامیه، فکر میکنیم برای نه تنها برای بچه من مهمه، برای کل جامعه مهمه که این چیزها رو درس داده بشن. شما میخواین، برای همینه که شما نباید اصلا بیان برانداز بکنین، شما میخواین زورگویی کنین، شما میخواین بیان بگین به توی کشوری که اکثر مردم مسلمانن، میخوام یه زورگویی کنم میگه که نه قرآن نباید درس بدین. حالا دموکراسیتون اینه که من به عنوان یه مادر مثلا که شیعه هستم و دوست دارم بچه من قرآن یاد بگیره و فهم کنم همه جامعه هم باید بگیره، من میگم که نظر من اینه که نه، خوب کار میکنه دولت که دارین یاد میده. شما به اجازه کی میان تعیین تکلیف میکنین برای بقیه ما؟ یه سال اول من. آرمین جان اگه دقت کردید از همون ابتدای این سوال تا همین لحظه من یک لبخندی رو لبم هست. علتش این است که یاد خاطرات مثبتی افتادم. عزیز جان من دقیقا با این سوال در سالهای ابتدای دهه 80، یعنی به تاریخ الان اگر بگیم، یه چیزی حلوش 17 18 20 سال پیش من روبرو شدم از سوی همکارام توی مدرسه. حالا خیلی من مزن میخوام، نمیخوام چیزی از خودم بگم، ولی تنها کسی بودم تو اون محیط کوچیک روستایی و یا شهرهای کوچیک استان گلستان که مستقیما نسبت به این مسائل ابراز عقیده میکردم و هزینه‌ش هم دادم. شاید همین که امروز خدمت شما نشستم اینه که من اون موقع دهنم نبستم، درست شد؟ حالا تو اون موقع من همین رو مطرح میکردم و طرف میگفت جامعه اسلامی و غیره. پاسخش اینه، یک، امروز آنچه که ما در فضای اپوزیسیون میبینیم، همه کسانی که میخواهند رژیم برود، من اپوزیسیونی نمیشناسم، از چپ چپ تا اون حتی ملی مذهبی هاش، من کسی رو نمیشناسم که نگوید ما برای آینده ایران حکومتی میخواهیم که دین و دولت جدا باشند. یعنی یک حکومت، من تاکید میکنم، لائیک. سعی کنیم دوستان از کلمه سکولار استفاده نکنید، چون این سکولار من میترسم بعداً دوباره یه جوری این دیندارا بیان یه کاری بکنن. من دوستان هم یه چیزی مثل جمهوری فرانسه باشد، لایک، معنیش ضد دین نیست. اینو اتفاقا همون موقع دارم میگفتن، میگفتن آقای اسامان خان شما داری میخوای ما رو بی دین کنی. من میگفتم نه،
معنیش این است که دین در درون شماست، برون رفت نباید داشته باشه، نمایه بیرونی نباید داشته باشه. بنابراین باید این رو به رأی عمومی گذاشت. یعنی فرض کنیم امروز رژیم رفته، ما به رأی عمومی میذاریم. اگر کسی میگه من به دموکراسی معتقدم، یعنی اون کسی که داره اون سوال رو میپرسه و من سامانم میگم به دموکراسی معتقدم، ما این رو به یک رأی گیری و رفراندوم میگذاریم و اگر آمد و معلوم شد که دین نباید دخالت کند و امر شخصی است، خود به خود پاسخ این شبهه شما داده شده. من این رو سوال نمیدونم، میگم شبهه است. من پاسخشو به نظرم الان دادم. چیزی مونده در این مورد شما بگی اینجا؟ نه فقط در این مورد ممکنه یه نفر بگه که خب شما نمیشناسین، که اینکه آمار علمی که نمیشه، که حالا میشناسین یا نمیشناسین کسایی که نه خب رفراندوم میکنیم. خب باشه ولی خب رفراندوم میکنیم. اگر مردم نظر دادن دیگه نظر سامان مهم نیست. من یک رأی دارم، من نظر خودمو میگم. خب بعد یه چیزی که من می‌خواستم بگم، حالا این فکرام سوال نباشه، این نظر من خب من خودم حالا آمار ندارم، خاطرات خودم هم که بگم، حالا بقیه نظرشون رو بگن. من توی ایران به نظرم جمهوری اسلامی سیستم آموزش و پرورشش خیلی به نفع ما تموم شد از لحاظ اسلام ستیزی که من ببینیم، ما 12 سال هر روز صبح یا تو آفتاب داغ یا زیر برف باید وای میسادیم که یه بچه دیگه بیاد جلوی هممون به عربی یه چیزایی رو بخونه، قرآن بخونه، که ما اصلا نمیدونیم چی میگه. و ما 12 سال یاد گرفتیم که تا این قرآن خوندن تموم نشه ما نمیتونیم بریم تو که از یا گرما از سرم خودمون نجات بدیم. من موندم که این 12 سال رو مغز ما چقدر تاثیر داشته که این همه ما مدت 12 سال هر روز صبح منتظر بودیم این قرآن خوندنه تموم بشه تو صف که باید میشدیم. یکی دیگه هم که یه چیزی که یاد گرفتم این بود که ما وسط کار، این نمیدونم کی به فکرش رسید که این کار بکنه، نمیدونم عوض شده یا نشده، ولی کارتون، وقت کارتون که هست وسط کارتون اذان میذارن. خب یعنی ما داریم مثلا ایکیوسان نگاه میکنیم، وسط ایکیوسان قد میشه اذان میاد، با یه نفر داد میزنه الله اکبر. خب یا از بچگی یاد گرفتیم که ای اذان، ای داد بیداد، من داشتم کارتون نگاه میکردم، کارتونم قد شد، الان اذان اومد. یعنی وسط فوتبال مقطعی زمانی بود. آره یعنی من موندم که این الان تنظیم میکنم، بهترین سیستمیه. یعنی یه نفر اگه میخواست یه سیستمی درست بکنه که مردم که بچه ها رو اسلام ستیز بکنه، از این بهتر به نظر من سیستم کسی به نمیتونست پیدا بکنه. نظر شما چیه؟ آره جالب، آره من اینو موافقم، اینو گذاشته بودم آخر بگم آرمین جان. آره دیگه الان گفتی شما، آره حتما دوباره بهش میرسیم. در مورد فوتبال بابک گفت، بابک جان یک چند سالی است من دقت کردم فدراسیون در واقع سازمان لیگ میاد مثلا بازی که پخش مستقیم دارن اینها رو طوری میچینه که از آن میفته توی نیمه یا میفته بعد بازی که بتونن الان نیمه از تبلیغات استفاده کنن. آرمین جان این موضوع که ما سر صف مینیم و اینا، من خود من سامان از 4 سال دبیرستان 3 سالش دعاخون سر صف بودم. اینکه من گفتم من الان 48 سالمه، تو 20 سالگی شدم یک اتیست و الان 28 سال تازه مادی، یعنی خود ما آلوده این سیستم بودیم. آره اینو موافقم که یک ضرب یک شوخی بین مردم سالهاست رواج داره، میگن، البته اینو من طرفدار پادشاهی نیستم ولی دشمن مامرزا پهلوی هم نیستم، خوبشو باید گفت بعدشم باید گفت، میگه ای به وی جمله بگفتی هنرش نیز بگوی. یک شوخی بین مردم باب شده بود، شاید هنوزم باشه، میگفتن جوانایی که شاه تربیت کرد مملکت رو 8 سال تو جنگ نگه داشت، جوانایی که آخوندها تربیت کردن نتیجه شده این. حالا این چی هست؟ اون خودش بمانه. دو تا چیز کوچیک دیگه بگم. یک کسی ممکنه بیاد بگه که شما حالا اینقدر میگین ایران همه چی داره با دین قاطی میشه، شما بیاین با آمریکا مقایسه کنین. من توی ایران اصلا کسی به من یاد نداد که ما یاد گرفتیم تکامل و اینجور چیزا اصلا، ولی کسی اصلا به ما نگفتیم با دین مشکلی داره. ولی تو آمریکا اگه نگاه بکنید الان کلی جنگه بین کسایی که میگن
ما از آدم و هوا اومدیم یا از تکامل اومدیم؟ یعنی شما میان شکایت میکنین از ایران در صورتی که تو ایران بدون مشکل به ما نشون دادن که من اصلا یادم تو دبیرستان به من آزمایش میلر رو که یادم من مدتی بود که خیلی داشتم به خدا و اینا شک میکردم که من میگفتم که مثلا تاریخ رو که خوندم دیدم که بذاری من یه نفر رسپر میکنه اینو بلاک بکنیم من انجام میکنم یه نفر من یادمه که وسط چیز بود من به خاطر تاریخ رو که خوندم همون دانشگاه چیز بود نه دانشگاه شهید دستگاه به شیرازم که میرفتم یادمه که از توی چیز بود از توی لایبری راهنماییمون این کتاب تاریخ رو که خوندم خیلی به دین باعث شد که من شک بکنم ولی کلاس تو خود کلاس درس بود وقتی من آزمایش اول تکامل خوندیم بعد من با خود تکامل گفتم خب به نظر میرسه که همه چی یه دلیلی داره خدا لازم نیست ولی خب گفتم حالا اولین سلول شاید خدا لازم داشته باشه بعد یاد گرفتیم یه سری تئوریایی درباره این که اولین سلول سوپای چه میدونم توی اقیانوس اینا از کجا اومده گفتن خب اولین سلول هم ممکنه بدون خدا اومده گفتم خب حالا از ارگانیک به غیر از غیر ارگانیک به ارگانیک رسیدن اینم این دیگه خدا لازم داره دیگه از کربن و نیتروژن و اکسیژن اینا که تو نمیتونی یه چیزایی به این پیچیدگی به دست بیاری بعد آزمایش میلر رو تو همون مدرسه که یاد گرفتیم من گفتم دیگه خدا لازم نداریم یعنی من اون روز یادمه همه بعدش تو رو ندارم من همه کلاس رو داشتم اینور چپ و راست نگاه میکردم که ببینم کسی به نظر من شوکه شده یا نشده یعنی هیچ کسی یه شوک من داشتم نگاه میکردم یعنی واقعا اینم میشه توضیح داد بعد میگم خب همین چیزا رو ما توی مدرسه یاد میگرفتیم ولی خب الان تو آمریکا اگه نگاه کنی همش دعوای بین مدرسه که نه اصلا توی تکساس و اینا میخوان کتابو یه جوری بنویسن که به بچه‌ها یاد بدن که مثلا اِوولوشن و تکامل اینا ممکنه حالا واقعیت نداشته باشه خب میگن تو این ایران این وضعش از این لحاظ بهتر نیست نسبت به یک کشور مثل آمریکا نظرش ببخشید من چیزی بگم منم بگم دقیقاً با نظر آرمین موافقم من نمیدونم اون کسی که اون فردی که سیاستگزار بوده تو نظام جمهوری اسلامی که اومد نظریه داروین و این آزمایش رو تو دروس دبستانی گنجو توی کشور کاملا اصلاحی بینیسته واقعا دست شما باید بوسید چون خیلی کمک به تک تک به تک تک ما خیلی کمک کرد چون این قضیه هنوز تو خیلی از کشورهای اسلامی اصلا شاید هنوز انکار میکنن یا اصلا توی کتب درسیشون نیست یا خدا آرمین داره میگه تو آمریکا جنگ هنوز در موردش نه علت مطرح کردنش الان ببین این تفکر این تفکری که الان 14 هست حاکمه همواره تقریبا تو اینجور موارد یکسان عمل کرده مثلا با کاست ویدیو میجنگیدن بعد به نتیجه رسیدن از اوایل دهه 70 یا حتی از خود سال 1370 یک چیزی رو ایجاد کردن در واقع که خودشون بتونن از همون طریق مدارس رو بچه زیبا ببخشید گفتم از کردم اینا اومدن به جای اینکه دیگه حالا بریزن خونه مردم دستگاه ویدیو جمع کنن یا کاست های ویدیو رو جمع کنن خودشون آمدن مؤسسه رسانه تصویر درست کردن و گفتن فیلم ها رو ما خودمون کنترل شده میبریم دوبله میکنیم و دست مردم میدیم یعنی خیلی وقتا همین کارو دارن تو اینترنت انجام میدن یعنی با اینترنت دارن انجام میدن یعنی وقتی میبینن نمیتونن جلوی ورود اطلاعات رو بگیرن سعی میکنن کانالیزه شدن و با اون کنترل های لازم به اصطلاح با اون سفت کنترل کنه خودشون اطلاعات رو منتقل کنن حالا این وسط یه دانش آموزی مثل آرمین میاد اون نتیجه رو میگیره اون دیگه دستشون در میده ولی دیدگاه این است که ما باید بیاییم و اطلاعات رو وقتی نمیشه جلوش رو گرفت خودمون کنترل شده اقدام کنیم خیلی در این مورد من حتی درباره برنامه ماهواره‌ای میتونم صحبت کنم خیلی چیزا هست ولی اسلوب کار رو گفتم خب تموم شد بچه ها سوالات مربوط به قسمت اول یعنی محور اول تموم شد بریم محور دوم آره یه چند تا دیگه سوال دیگه اومد بگو نه من یه فقط یه کوچیک بگم این که تو ما ایران میگین که بعد از امتحان همه میگن دیگه یادم نیست اینو تو کانادا هم میگفتیم ها یعنی فقط مخصوص ایران نیست این یه ایراد نیست به تعتی مهم نیست تو ایران باشد یا نباشد مهم این است که این یک ایراد است این ایراد ناشی از این است که دانش آموز برای حفظ ایجاد خودش رو استوار کرده پایش رو گذاشته و نخواسته که مفهوم رو یاد بگیره این ایراد حالا چه در کانادا هم باشد مثل مثلا رد شدن از چراغ قرمز به ترتیب ایراد است من اینجا نشستم ایرادش رو بگم
من یه چیزی هم بگم درباره اینکه حالا مثلا نظر شما درباره این چه این کارت کتابخونه من بود از شهید مدرسه شهید دستخیز به شیراز. اینجا نگاه کنین، این میگن که خب یه نفر میگه نگاه کنین از دینم دارن استفاده میکنن. آها نه، اینو من فکر کردم دارن از دین استفاده میکنن برای کتاب خوندن. نه خب اگر تازه حتی اینی که تو میگی باشه، که من خودم عرض کردم مثال اون جمله معروف امام اول شیعه رو آوردم که برای اینکه یه چیز مثبتی رو بخوان بگن حتما سبقه دینی بهش میدن، که آره علی گفت اگر کسی به من یک کلام بیاموزد من رو بنده خود کرد. اتفاقا اینا برای اینکه بگن کتاب بخون نیاز ندارن مرجع اسلامی به ما نشون بدن، ولی میکنن. آره اون پشت آره من اشتباه کردم، این برای کتاب. آره نوشته خدایا به من توفیق خواندن نماز اول وقت رو عطا بفرما. تو کتاب خونه هم باید یادت باشه وسط کتاب که بودی بودش کنار میرفتی نمازتو میخوندی. جالبه من تو چیز نبودم، خب نیستم تو ایران، اطلاع ندارم. یکی از دوستان صدای بابا خودتو میوت کردی. آره سولی اومده گفته که الان مثل اینکه گویا تکامل از کتاب درسی هست شده تو ایران و دیگه تا حتی نه. تا زیست آره نوشته حتی تو کتاب زیست دوازدهم هم اسمی از داروین نیومده. نه ایراد نداره، مهم این بود که اون زمانی که ما اینترنت نداشتیم اینا این گذاشته بود. الان دیگه وظیفه ماست دیگه، ما دقیقا داریم این کار رو انجام میدیم دیگه. اصلا کلا اینقدر رفرنس ها الان تو اینترنت هستش که بچه ها خیلی راحت میتونن در دسترس باشه و راحت پیدا کنن و بخونن در موردش.